انورالحق احدی وزیر تجارت که در هشتمین سالگرد انجمن صنایع افغانستان شرکت کرده بود از تمام صنعتکاران کشور خواست تا تولیدات خود را با استانداردهای بین المللی برابر کنند. با گفته وزیر تجارت، صنعت کشور به پیشرفت‌های چشمگیری نیاز دارد و باید در این زمینه توجه لازم صورت گیرد. در این حال مقامات وزارت مالیه نیز می‌گویند تا زمانی که تمام ارگان‌های دولتی یک پالیسی مشخصی را در این راستا ایجاد نکنند، پیشرفت صنعت در کشور بعید به نظر می‌رسد. انورالحق احدی وزیر تجارت کشور که در هشتمین سالگرد انجمن صنایع افغانستان اشتراک برگزیده بود، از صنعتکاران کشور خواست تا تولیدات خود را مطابق با اصول اداره تجارت و با استانداردهای جهانی برابر سازند. صنعتکار ما مطابق اصول اداره بزنس، اداره تشبث باید تحلیل کنند و وقتی که یک چیزی معقولیت دو بود، دهی اگر 10-15 حتی تا 20% کمک حکومت ضرورت داشته باشیم، ما امور بامرایتان میکنیم. در همین حال آقای احدی از استخراج سنگ های قیمتی در کشور خبر داده میگوید افغانستان احجار قیمتی بسیار خوبی دارد که از سوی بعضی ها بسیار به کیفیت پایین استخراج می شود و به کشورهای دیگر صادر می گردد. افغانستان احجار قیمتی بسیار خوبی دارد که با دائم میره اینجا به شکل غیر فنی او را استخراج میکنیم، باز یکم با پاکستان روان میکنیم، به هندوستان و بالاخره به تایلند و باز یک قسمتشان به اسرائیل و به بلژیم میره و اونجا قیمت خود بسیار بلند. خب وزارت معادن در قسمت شامل است، وزارت تجارت با امرای وزارت معادن مشترک، ما میخواهیم که صنعت احجار قیمتی به افغانستان شود. از سوی دیگر سید موبین شاه معاون وزارت مالیه پیشرفت صنعت را در افغانستان مهم دانسته میگوید تا زمانی که یک پالیسی مشخص در این زمینه ایجاد نشود، پیشرفت صنعت در افغانستان به کندی مواجه خواهد شد. صنعت در مملکت دوباره دیر ضرور دی. په دولت کې مختلف وزارتونه د یو تن او حتی په ټولنه کې مختلف ارګانونه کې سکتور خصوصي دی که دولت دی، بیا په دولت کې مختلف ارګانونه دي، وزارتونه دي، مستقل ادارت داده یو تن ده اعضا و حیثیت لری. این در حال است که شماره از صنعتکاران در کشور کار کرد دولت رئیس جمهور کرزی را تا 10 سال گذشته در افغانستان چشمگیر نمی خواند.